سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسیپانش هستم و خوش اومدین با این ویدیو و این گیمپلی. بچه ها، این ویدیو و این گیمپلی که امروز براتون آوردم خیلی سطحش بالاست، به دلایلی که الان بهتون میگم. یعنی ویدیوهای آموزشی که ما کلن میذاریم کلن سطحشون بالاست، چون یه سری چیزایی میگیم که شاید خیلی ها بهتون نگن، ولی خب دیگه داشت مسئول چون موبایل پلیریان قدرتمندیان، خب اینجوری هست، ما بهتون میگیم. خب بچه ها نگاه کنین، ویدیو یه مقداری شاید طولانی شده باشه ولی خود سعی کردم. دقت کنین بچه ها چه رنجایی رو دارم، با چه دقت تیر بالایی میزنم. خب حالا شاید بعضی بیان بگن آقا داره مثلا مسعود کانفیگ داره استفاده میکنه، چیت داره استفاده میکنه، ولی اون مخاطبایی که خیلی وقته که داش مسعود رو دنبال میکنن میدونن که مثلا ما کلا اصلا رایفل پلیر بودیم و حالا شاید خیلی الان یادشون نباشه، ولی ما یه زمانی با بدترین دیوایس ممکن نفر اول جهان شدیم و اون زمانی که حتی مثلا کمتر کسی از ایرانی‌ها، حالا یه سری افراد بودن مثل ZKH که واقعا یکی از خفن‌ترین کانتنت کریتورای و ادیتورای کامیونیتی کالاف خودمونه، اونا هم بودن توی لیدر بود. ولی خب مثلا میگم اولین نفری بودم که نفر اول جهان شدم توی ایران و یه جورایی حمایت خیلی بزرگی ازم شد. پس بچه‌ها قبل از این که بریم به ویدیو و توضیحاتی که میخوام بهتون بدم امروز در رابطه با افزایش دقت تیر بدم، یه دونه لایک مهمون داش مسعود کن و یه دونه کامنت پر انرژی برام بذار. سعی کنین کامنت هم مثلا زیاد همینجوری در حد یه عشق داش مسعود اینجوری چیزا نباشه، یه کامنتی که نظری بدید در رابطه بازی باشه. نگاه کنید بچه‌ها، گان EM2 جدیداً اومده. حالا قبل از این که بریم سر اصل مطلب و توضیحاتی که میخوام در باره دقت تیر بهتون بدم، گان جدید EM2 اومده داخل بازی بچه‌ها. به نظر من ارزش زدن داره برای کسانی که تمام متیکا رو دارن یا مثلا متیکوبا رو دارن، میخوان مثلا یه متیک دیگه هم داشته باشن. توی مولتی من نمیدونم، ولی توی بتل رویال گانیه که قویه، خدای گانیه که قویه، ولی اونقدری قوی نیست که بخوام بگم اگه نزنینش مثلا چی بشه. اینو یه توضیح ریز اول ویدیو گفتم برای اون دسته افرادی که پول خرج بازی میکنن داده باشم. و نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که بچه ها دقت کنین، چند تا نکته من الان از اول تا آخر ویدیو بهتون واقعی، یعنی مثلا اوکی توضیح میدم. خب چند تا نکته شو شاید توی ویدیوهای قبلی بهتون گفته باشم، ولی این ویدیو رو سعی کردم جامع و کامل براتون بذارم و توضیحات کاملی بهتون بدم. دقت کنین بچه ها، چیزی که توی دقت تیرمون تاثیر میذاره، خب اولین چیزی که توی دقت تیرمون تاثیر میذاره اینه که لگ نداشته باشیم و یه دیوایس خوب داشته باشیم. میدونم خیلیاتون اینو ندارین، خب ولی خب درصد خیلی زیادیه، من نمیخوام داخل این ویدیو بیام به شما دروغ بگم. و دومین چیزی که توی دقت تیرتون حتی شاید تاثیر نذاره ولی باعث میشه مثلا یارو اصلا نفهمه از کجا خورده. من دوست دارم که دیوایس خیلی ضعیفی داره ولی مثلا اینترنتش فیبر نوری و یه جوری انمی میزنه که بهش انمی پشماش میریزه. خب دومین چیزش اینترنته که شاید اکثریت نداشته باشین، ولی نکاتی هستن که من مثلا بهتون میگم که انجام بدین. میدونم خیلیاتون هم ممکنه مثلا چنتایشو که الان دارم بهتون میگم انجام داده باشین. دقت کنین بچه‌ها، ماهایی که کانتنت کریتوریم، خب نکته اصلی که توی دقت تیر تاثیر میذاره، یعنی به غیر از اون دو گزینه‌ای که بهتون گفتم اینترنت و چیز، نکته اصلی که توی دقت تیر تاثیر میذاره بچه‌ها FOVه. FOV چیه؟ خب دقت کنین، FOV میزان دید شما، میدان دید شما رو تو بازی کم و زیاد میکنه. حالا دو نوع FOV داریم. یه دونه FOV داریم برای کامراست، یعنی این حالتی که همین الان دارم من انمی ها رو میبینم، این حالت بهش میگن کامرا FOV. و یه حالت دیگه داریم وقتی من ADS میکنم، فایرینگ FOV یا شوتینگ FOV یا هر چی اسمشو میشه گذاشت، وقتی ام میکنم اون یه حالت دیگه یه FOVه. خب دو نوع FOV داریم که هر چقدر میزان اینا کمتر باشه میدان دید شما کمتر میشه، ولی از اون طرف دقت تیر شما بیشتر میشه و میره بالا. خب این ویدیو که امروز دارم بهتون میگم بچه، نکاتش یکی به یکی توجه کنین. اول ویدیو همه نکات رو بهتون میگم، خیلیاتون شاید متوجه نشین، آخر ویدیو براتون تصویری میذارمش که چه حرکتی بزنین و بهتون میگم که چه میزانی بذارین بهترین حالت و چه میزانی بیشترین ایم اسیست رو بین FOV داره. و مجموعاً بخوام بهتون بگم هر چقدر FOV کمتر باشه دقت تیرتون توی هیپ فایر زدن و ایم زدن بهتر میشه. خیلی هستن اونایی که میان ویدیوهای داش مسعود رو میبینن میگن که آقا مسعود چیزی داره استفاده میکنه که انقدر دقت تیرش خوبه. نه بچه‌ها، من یه سری نکات ریز توی بازی در نظر گرفتم، حالا به غیر از به کنار این که مثلا من اینترنت خوبی واقعا ندارم، ولی به کنار این که مثلا دیوایس خوبی میشه گفت دارم که الان شاید سه نسل از این جدیدترم اومده باشه، خب من یه سری حرکت ها زدم که بازیم بهتر میشه. حالا
نکته ای که دیگه ای که خیلی توی بازی تاثیر میذاره بچه، یه قضیه هست که باید بهتون توضیح بدم. دقت کنین، برای ایم کردن آیپد پلی را چطوری ایم میکنن؟ که من دلیل این که آیپد پلی را ایم یه مقدار شاید میشه گفت ضعیفی دارن با رایفل ها، معمولا شاتگان پلی را خوبی هستن و بهتون اینجا میخوام بگم. نگاه کنین، آیپد پلی را دو سه نوع حالت ایم کردن داریم. یعنی خیلی ها میان کویک میزنن، خب بهش میگن تپ اند هولد تو ADS. خب یعنی تپ کنی انگشتتو بزنی روی ایم و نگهش داری تا بتونی تیر شلیک کنی. خب همه اینا رو هم سعی میکنم توی ادیت توی عکس‌ها براتون بذارم که ببینین و کامل متوجه بشین. یه مقداری شاید ادیتش زمان ببره ولی خب اوکیش میکنم. دقت کنین بچه، حالا اینی که بهتون گفتم چه بدی میتونه داشته باشه تپ اند هولد وقتی بازی میکنن؟ وقتی تپ اند هولد اینا میان بازی میکنن، بدیش اینه که نگاه کنین وقتی دارن تیر میزنن یه صورت گیج کننده ایه. یعنی دو تا انگشت باید همزمان روی صفحه نگه دارن. یعنی یه مقداری برای مغز، خب اون ثانیه شاید یه نفر رو باش راحت بزنی، دو نفر رو راحت بزنی. وقتی میری یه جای شلوغی که میخوای فایت بدی، خب بعد از یه مدتی هم شاید عادی بشه. میدونم شاید خیلی از شما موبایل پلیرام که دوست دارین عشق شاتگان زدن دارین، احتمال داره که تپن هولد باشین. ولی یه نکته بهتون بگم، اگر میخواین دقت تیرتون بره بالا با رایفل و اینا، باید تپ تو ADSش کنین. حالا دلیلم هم نسبت به این حرفی که دارم بهتون میزنم میگم. اگه دقت کنین، اکثر پلیرهایی که دارن با آیپد بازی میکنن دارن چی کار میکنن؟ دارن از تپ اند هولد استفاده میکنن. یعنی دو تا انگشت همزمان درگیر میکنن که بتونن فایت بدن و این خودش کلن یه مقداری مغز آدمو درگیر میکنه و خیلی جواب فناتون میده. ولی در صورتی که موقعی که میخوای مثلا با رایفل تیر بزنی، میتونی تپ تو ADSش کنی و وقتی یه دونه میزنی روش ADS میشه و سری یه دونه میزنی از حالت ADS در میاد. که حالا اینو من دارم بهتون میگم، برای ما موبایل پلیرا خیلی سخته، ولی اگر بتونین یه دونه تریگر تهیه کنین، این حرکت رو راحت میتونین انجام بدین. حالا برای آیپد پلیرا خیلی آسونه، چون صفحه بزرگی دارن، میتونن تپ توی ADS هم بازی کنن، میتونن تپ اند هولد هم بازی کنن. یعنی هیچ تفاوتی برای اونا ایجاد نمیکنه. ولی برای ما موبایل پلیرا که گوشی صفحه گوشیمون چقدر چیزی گفتم، آره کوچیکه، خیلی حرکت بهتری و درستریه که از دستورات دیگه را استفاده کنیم که تا حدود خیلی زیادی بچه‌ها کمکتون میکنه دقت تیرتون بره بالا. دقت کنین، اگر بخواید واقعا، یعنی هیچ کار زیاد سختی نیست که بخواید مثلا 4 انگشتی رو موبایل بازی کنیم، واقعا کار سختی نیست. ولی خب دیگه مثلا یه حالتای خاصی باید بازی کنیم. ولی خب الان با پیشرفت حالا علم، یعنی شاید قبلا اگر همچین بازی توی دنیا بود، شاید هیچ وقت مثلا همچین چیزایی براش نمی‌ساختن که بتونی راحت تر بازی کنی. یعنی مثلا چند سال پیشو میگم، ولی الان دیگه اینجوری نیست. یعنی الان یه کاری کردن که راحت بتونیم بازی کنیم. خب دقت کنین، بازی گیم شوتینگه، یعنی یه جوریه که مثلا یه حالتیه که باید روی پی سی مثلا بازیش کرد حتی، ولی ماهایی که داریم رو موبایل بازیش میکنیم، میگین منظورمون کامل دارین درک میکنین دیگه، امیدوارم. قضیهش از این قراره، از این دسته و تریگرها حتما استفاده کنین. که حالا من واقعا مثلا سایت خیلی زیادی هستم، ولی خب یه سایت معتبری که من باشون کار میکنم و واقعا قبولشون دارم و اجناس خیلی خوبی میارنم، این وسط بهتون معرفی میکنم، سایت آنتی نوبه، که میتونین حتی آنتی نوبو همینجوری توی گوگل سرچ کنین و پیداش کنین. خب این نکاتی بود که من تا اینجای کار به شما گفتم، که یکی دستای بازی بودن، یکی تپ تو هولد و تپ تو هولد و تپ تو ADS بود که بهتون گفتم، و یکی دیگه دیوایس بود. و نگاه کنین، حالا چیز دیگه ای هم که من قبلا شاید به شما گفته باشم که توی دقت تیرتون تاثیر میذاره بچه، آسینای انگشتی هن. چرا که وقتی داری با آسین انگشتی بازی میکنی، خب وقتی داری با آسین انگشتی بازی میکنی، خیلی دیگه دستت نه گیر میکنه نه سر میخوره نه چیزی، به یه صورت یکسانی سنست مثلا اوکی میمونه. یعنی سنس تغییری نمیکنه وقتی داری از آسین انگشتی استفاده میکنی، خب ولی وقتی اگه از آسین انگشتی استفاده نکنی، سنست مدام داره تغییر میکنه. بچه دقت کنین، تو این ویدیویی هم که ما الان دیدیم، اول ویدیو که هایلایتی که براتون گذاشتم، گانم کلن هیچ پرکی روش نبود، ولی تا جایی که نگاه کنین این تنظیمات رو اگه وارد کنین، یه سنس پایین و سنس خودم هم حالا تو این ویدیو کدش رو براتون میذارم استفاده کنین، نیازی پیدا نمی‌کنین به این که بخواین چطوری بهتون بگم، دقت تیرتون به خودی خود خیلی میره بالا. دقت کنین الان من مثلا شاید یه دونه دوتا از تیرام کلن میس بره. حالا یه راز دیگه ای هم که من قبلا توی ویدیوام بهتون توضیح داده بودم، اونم اینه که بچه دقت کنین،
یه رایفل زدن یه راز کوچیک داره و اونم اینه که باید بدونی چه زمانی شروع کنی به تیر زدن به انمی ها. خیلی از انمی ها حتی اونایی که مثلا پلیرهای خوبی هن یه مقداری نوبن. خب یعنی مثلا زمانی که یارو میاد اسنایپ بزنه، خب نه اینکه اسنایپ تو رو بخواد بزنه، یه دفعه میبینی هدتو میزنه، یارو آیپد پلیر هدتو زد. زمانی که داری یه جای دیگه رو اسنایپ میکنه، چون ایمش رو باز کرده یکم سخته براش موفمنت زدن. تا بخواد ایمش رو ببند و اسنایپ رو سویچ کنه و بخواد حرکت کنه، شما 5 بار میتونین زده باشینش. یا کسایی که مثلا چطوری بهتون بگم، یا دراز کشیدن یا نشستن یا دارن لوت میکنن، این حالت ها بهترین حالت ها برای شلیک کردن به انمیه که باید بدونین و تو بازی موقعیتش که پیش اومد همچین حرکتی بزنین و شلیک کنین. دقت کنین بچه، از شاتگان پلیر ها هم همیشه باید سعی کنین دور بشین. یعنی اسلاید میزنین دور میشی، یارو بالاخره خودش میاد دیگه. خیلی هم اینطوری هن که مثلا ندیدم، کمتر کسی رو دیدم که گانش رو سویچ کنه و بخواد شما رو بزنه. الان جدیدن همه اینجوری بازی میکنن که کلن چطوری بهتون بگم، یعنی تا آخر دنیا هم بخوای فرار کنی یارو با شاتگان میذاره دنبالت. آره دیگه بچه ها، سعی کردم همه چی رو بهتون گفته باشم. نمیدونم، شاید یه سری چیزای کوچیک یادم رفته باشه، ولی خب من تا اونجایی که هر چیزی که میدونستم و توی این بازی بهتون توضیح دادم. و نگاه کنین، در نهایت هر چه قدم دقت تیرت خوب باشه، یه بازی مسخره اینطوریه که با یه تیر میتونی بری لابی و من با 27 کیل کیله شاید دوم یا سوم یه شخص دیگه شدم. خب بچه ها بریم تنظیماتو بهتون یکی یکی نشون بدم و همینجا هم قبل از این که چیز بشه یه خدافزی ریز ازتون میکنم. خیلی دوست دارم، خیلی عشقین. تا ویدیو تا دو دیگه، بس بای. نگاه کنین، اسپرینت تو فایر دیرر میبری بالا. اون ADS و تپ تو ADS همینه که من بهتون گفتم اگر تپ تو ADS باشه و از تریگر استفاده کنین، دقت تیرتون با رایفلا خیلی میره بالا. این تجربه چند سال بازی کردن منه. آلویز تو اسپرینت هم همیشه بالاترین حالت میذارین و آنش میکنین و از اون طرف جایروسکوپ من نظری ندارم، حس خوبی نسبت به جایروسکوپ ندارم، ولی برای لگدگیری گان اوکیه، ولی من خاموش گذاشتم. FOV کامرا اولین FOVیه که من بهتون دارم میگم، فرست پرسنه. دقت کنین، این بچه فرست پرسن برای چیه؟ برای اون حالتیه که وقتی ایم میکنین. ولی اینی که نوشته کامرا FOV برای چه حالتیه؟ برای اون حالتیه که شما دارین حرکت میکنین و کاراکترتون رو میبینین. این پایین پایینی هم که اصلا هیچ دلیلی نداره تغییرش بدین، برای اون حالت FPP بازیه. یعنی اگر بازیتون هست توی تنظیمات من اینجا بهتون نشون میدم، بذارید روی FPP میتونین چیکار کنین؟ میتونین مثلا توی یه بود دیگه ای بازی کنین، گانتون رو میبینین، گانتون که تو دستتونه. خلاصه بچه، اینم تنظیماتی بود که سعی کردم کامل و دقیق بهتون توضیح بدم و این اصلا آخری مهم نیست، ولی میزانی که برای کامرا TPP بهتون من پیشنهاد میدم 72 دیگه. از این کمترش هم بکنین دیدتون کم میشه نسبت به اطراف، ممکنه شاتگان پلیرها بیان بزنن پس کلتون، ولی زیادم من چون کانتنت کریئتورم اینو بردم بالاترین حد. خب حالا اینجا هم که بچه این ویدیو هم اینجا به پایان میرسونیم، ولی اینا رو هم اینجا دیگه مایکمو گذاشتم رو، حال دو تا فوش دادم گفتم بابا بیاین پایین، میخواین با زون وین کنین مگه تورنمنت؟ یه کاسون ساده است دیگه. آره دو تا هم بهشون گفتم بالاخره اومدن پایین که فایت بدن. خلاصه بچه خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقین. تا ویدیو تا دیدید دیگه، اینم حس تا جایی که تونستم کاری کردم که جامع ترین ویدیو در رابطه با افزایش دقت تیر باشه. فردا نمیدونم بتونم برسم براتون ویدیو بذارم یا نه، کلی کار دارم. خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقین. تا ویدیو تا دیدید دیگه، بسپار.